درود مجدد بر شما و پس از خبر امشب هم خوش آمدید. افغانستان به دلیل موج تازه کرونا مرزش را با ایران بسته کرده. حالا والی هرات میگه که به دلیل جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا مرز اسلام قلعه تنها برای مسافران بسته شده، اما راه ترانزیت هنوز باز است. وزارت صحت افغانستان هم میگوید که یک طرح را از بهر زمانبندی فعالیت نهادهای آموزشی و تحصیلی و یا به قرنطینه رفتن این نهادها بر ریاست جمهوری فرستادن. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال کنید. اما این بیماری چقدر جدی شده روان است؟ موج جدید کرونا در ایران در همسایگی با هرات افغانستان ترسناک شده است. از این رو والی هرات روز پنجشنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از شیوع این موج کووید 19 اسلام قلعه در هرات با ایران برای رفت و آمد مسافران بسته شده است. شرق میتونه برای از اونها ترانزیت و تردد مشکل ایجاد بکنه. تصمیم گرفتن مرزهای خود محدود بسازن. شاید محدودیت ها بلندتر هم بره. بیمارستان افغان ژاپن، جایی که بیشترین ابتلایان به ویروس کرونا این روزها در کابل به آن مراجعه می کنند. شمار پایوازانی که روزها در پشت این بیمارستان منتظر بودند میگویند همین روزهای اخیر مراجعه کنندگان بیشتر شدند و در این چند روز اخیر هم شمار از دانشجویان و دانش آموزان مکاتب هم به این بیمارستان که مصاب بودند مراجعه کردند. تعداد زیاد ده مریضانو مریضان ډیر زیات راځي، مراجعین ډیر زیات راځي. تعداد مریضان روز به روز زیات میشه. مده ای سه روز که اینجا رفت آمد میکنه مریضا زیاد میباشه. وزارت صحت عامه میگوید طرحی را آماده ساختند که زمانبندی فعالیت ها یا شاید هم قرنطینه نهادهای آموزش پرورش و تحصیلی کشور را در بر گیرد. طرحی که برای تصمیم گیری به ریاست جمهوری سپرده شده است. بیا دیگه وقتی خپل تصمیم نیسی په صورت کې بیا دی ریاست جمهوری علی مقام تقبل پیشنیاد کوي او دیالوګ ته هیڅ خبر وسه بیا دغه نهادونه تړل کیږي او یا هم محدود کیږي. اما پزشکان بیمارستان افغان ژاپن میگن موج سوم ویروس کرونا وارد افغانستان شده، زیرا هر روز بر شمار ابتلایان افزوده می شود. به نظر می رسد که موج سوم در افغانستان آمده و روزانه ما در حدود 90 الی 100 نفر مراجع کننده داریم. اکثر مزدایی که وخیم می باشه و خامت می داشته باشه اکثرش کنسالا می باشد. برخی شهروندان می گویند حکومت باید هر چیز زودتر محل های تجمعات شهروندان را قرنطینه کند تا این ویروس شبیه کشورهای منطقه همچون هند شیوع نکند. دکتر غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه از کابل، و دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه هم از لندن وصل هستند. روی خط تصویر درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از حضورتان. اگر نظری سای با شما آغاز کنیم، ارزیابیتان چی است از این بیماری؟ آخرین جزئیات. سلام خدمت شما و تمام بینندگانتان و جناب دکتر شیرزاد، همکار سابق ما در وزارت صحت عامه. خوشحال هستم که از طریق اسکایپ با جناب دکتر صاحب میبینیم برای یک بار. به ارتباط ویروس کرونا، متاسفانه که تعداد واقعات ما در جریان چند روز گذشته واقعا یک افزایش را نشان میده. ما میزان مساویت ما در جریان دو هفته گذشته از بین 2 تا 4% تا به 10% رسیده. بنان ولی موضوعی که بسیار مهم و اساسی است، تعداد واقعاتی را که ما داریم به شکل اسپرادیک از ولایت های مختلف افغانستان هستم و این دلیل تعلیلی را که همکارای ما اپیدمیولوژیست های ما در وزارت صحت عامه افغانستان از وضعیت مرض در کشور دارن این است که افزایش داره و بیشتر این بار برخلاف موج اول کرونا که ما بیشتر از طرف حوزه جنوب غرب کشور نگران بودیم، این بار نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان و تمرکز بیشتر ما طرف شرق افغانستان است. تعداد واقعاتی را که ما در جریان چندین روز گذشته داشتیم در ولایت های چون ننگرهار، کنر، لغمان بیشتر با مقایسه بسیار بیشتر بوده. ارزیابی را که داریم، قسمت زیادی از ولایت ها در افغانستان هنوز هیچ نوع واقعاتی را ثبت نمی کنند یا خطر بسیار کم را دارند. به این دلیل موضوعی که بسیار عمده و اساسی است برای وزارت صحت عامه افغانستان تمرکز بیشتر در حوزه ای که میتونه احتمال خطر را برای ما داشته باشه در او حوزه هسته و توجه و تلاش ما هست تا ما بتانیم انتشار ویروس را در واقع کنترل بکنیم تا سرعت انتشار در بین کشور کمتر باشه و ما بتانیم خواهید توانست کرونا را به خوبی
موضوعی که مهم است. خواهید توانست میخوایم این گونه ادامه بدین صحبت ها را که خب حالا بحث آمادگی هایتون هم نیاز است اینجا جواب شده داشته باشیم تا بریم باز به طرف جناب دکتر هم. چقدر آماده هستین برای مبارزه؟ یک بحث درست است که شما تلاش میکنید اما یک آمادگی نیاز به برخی مراحل داره. موضوع مهم و اساسی است که بحث کنترل یک مرض ساری در یک کشور تنها حکومت و تنها سکتور صحت نمیتونه او را مهار بکنه. ما ضرورت به همکاری جامعه داریم. تلاشی را که وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان در مجموع داریم این است تا ما بتانیم مردم را متقاعد بسازیم با این که همکار باشند با ما. موضوعی را که امروز ما در هند میبینیم، وضعیتی را که در هند میبینیم با تمام آمادگی هایی که سکتور صحت هند، سکتور صحتی که در منطقه و در دنیا به خاطر سیاحت طبی مشهور بود امروز شکسته، امروز از پا ریخته و ما شاهد مرگ مردم هستیم در بین بیرون از شفاخانه ها. بنابراین موضوعی که مهم است در صورتی که جامعه همکاری نکنه، در صورتی که ما نکات وقایعی را مراعات نکنیم، هیچ نوع سکتور صحت در افغانستان توانایی مهار یک مصیبت و فاجعه انسانی را نخواهد داشت. ما وقتی میگیم آماده هستیم به این معناست که اگر ما در افغانستان 20,000 تخت داریم به خاطر در یک مقطع زمانی توانایی عرضه خدمات صحی برای 20,000 شهروند افغانستان را خواهد داشتیم. ولی اگر ما موضوع نکات وقایعی را مراعات نکنیم و در یک مقطع از زمان برای ما 60,000 نفر مراجعه بکنند و به شفاخانه ها بستری داشته باشیم، مطمئنا یک حالت فروپاشی را در سکتور صحت و در جامعه خود داشتیم. موج اول وری وضعیت نخود بود آقای دکتر کوتا. مطمئنا که موضوعی را که ما در نظر داریم، تلاشایی را که در بین حکومت و وزارت صحت عامه افغانستان جریان داره است تا ما بتانیم جلوگیری بکنیم از حالتی که در موج اول داشتیم و این جلوگیری بدون همکاری جامعه ناممکن خواهد بود. بسیار تشکر. خوبی که موج دو چوق بود روی ازی هم صحبت میکنیم اما خوش آمدین شما هم جناب شیرزاد. چقدر وزارت صحت افغانستان را آماده میبینین؟ امکانات، ظرفیت و مواردی که نیاز هست برای مبارزه با این بیماری ساری یا این ویروس ساری چقدر وزارت آماده است؟ سلام به شما، با همکاران محترم و جناب نظری صاحب، دوست عزیزم و بندای محترم. تا جایی که امکانات حالات میبینیم و مقایسه میکنیم با حالات در این روزا، اگر ببینین هم در تعداد تست ها رو ببینیم که نتایج مثبتش بیشتر است، بد کوپنسریت یا تعداد اشغال بسترا بلند رفته، مردم ببینی که به صفها در پشت در سکتور خصوصی و شفاخانه و دواخانه به خاطر زدن کانول و یا تعدادشان زیاد شده، این یک حالت بسیار یک آلارم است یا هشدار است برای موج جدیدی که شروع شده. آمادگی که وزارت صحت عامه داره، قبلا نظری صاحب هم گفت که تنها وزارت صحت عامه به دست خود هیچ چیز کردن نمیتونه. این مثل یک مصیبت است که در سطح مملکت آمده، یک ریسپانس یا جواب سکتوری میخواه که در راست جناب رئیس جمهور باشه، وزارت معارف، حج اوقاف، ادارات امنیتی، همگی باید با وزارت صحت عامه همکار باشه. در صورتی که وزارت صحت عامه تنها باشه، ببینید که وزیر صحت عامه تمام روز اگر لاسپیکر رو بدست بگیره و چیخ بزنه که مردم بالای از خدا، مردم احساس نمیکنه. احساس را که از چیزهایی که وزیر صحت عامه میفهمه، از چیزهایی که نظری صاحب میفهمه، یک شخص عادی، یک دکاندار ما نمیفهمه، یک نظامی ما نمیفهمه. بنان ای وظیفه وزارت صحت عامه است که از طریق مجلس کابینه وار تفهیم کنه و یک کمیته ملی ایمرجنسی و یک همکاری ملی سکتوری مردم ایجاد شوه و مردم قانع به همکاری به وزارت کنند. اگر مردم قناعت نمی کنه، در اینجا ما ستپ های قانونی دیگه هم داریم به خاطر جلوگیری از پیشرفت بگیریم. ما آمدیم در قسمت آمادگی تخنیکی. در قسمت آمادگی تخنیکی یک تعداد ماشینالات برده شده به ولایات، لکن نصب از او مانده هنوز در شفاخانه ها و بسترهای به او اندازه که قبلا در دور اول و دوم داشتیم. 50% تنقیصات آمده که این تنقیصات در این حالاتی که هنوز کرونا کنترل نشده تقریبا یک حالت خطرناک برای ما پیش بینی میکنه. و بعض ماشینالاتی که کمک شده از طرف UNDP و یا خریداری شده، کیفیت از او بسیار پایین است. مثلا ماشین های اکسیژن کانسنتریتر 5 لیتر است، در حالی که شما ببینید موضوع اساسی برای اکسیژن است
و اکسیژن کانسنتریتر ها باید از 5 لیتر تا به 60 لیتر به قدم ها از دست بلند برده میشه. این 5 لیتر برای کار نمیتر. دیگه ای که یک تعداد ماشین آلاتی که وینتلیتری که کمک شده او منیتور نداره. بخاطر از اینکه دیگه سوی گازات معلوم میشه. این باید وزارت صحت عامه از UNDP بپرسه و ادارات عدلی و قضایی ما ایره بپرسه که UNDP که ایره خریداری کرده با کدام نورم خریداری کرده. آیا موافقه وزارت صحت عامه موجود بوده یا نبوده که این چیزا خریداری شده. ماشینالاتی که مثلا OBG ضرورت است که سوی گازات خون معلوم کنه مریضایی که در داخل بستر است برای از او بسیار زیاد لازم است. یک قدمی بسیار مهم مثبت که شده او ماشینای یا تولید کننده اکسیژن است که او به ولایت فرستاده شده، فابریکات از او نصب شده و از نگاه اکسیژن ما مطمئن هستیم که انشالله ما مشکل نخواهد داشت. تشکر آقای دکتر. اجازه بدین که آقای سخنگوی جوابتون را بده. در ادامه میریم روی موارد دیگه. بفرمایید جوابتون چیز جناب نظری بشیر صاحب. تشکر. در قدم اول موضوع همکاری های بین السکتوری هم قسم که به جریان هستن، کمیته عالی مبارزه با کرونا از چندی به این طرف باز فعال شده. حداقل در جریان دو هفته گذشته امروز سومین بار سومین مجلس را جلال نواب رئیس جمهور سرپرستی میکردن که به ارتباط مبارزه با موج سوم کرونا داره. همکاری های بین السکتوری ما هفته گذشته شاهد افتتاح برنامه تطبیق واکسین برای علمای دین بودیم که برنامه را تحت نام منبر و دکتر آغاز کردیم. وزارت محترم احیا و انکشاف دیات از طریق شوراهای انکشافی در قسمت آبایی دیهی یا ما وزارت صحت عامه را در حال حاضر همکاری و کمک میکنند. همون قسم از وزارت محترم مخابرات و اداره اطرا ما در قسمت آبایی دیهی از طریق تلفن های تماس پشت خطی ها همکاری را میگیریم. بنابراین بسیج ملی در سطح حکومت وجود داره و این حداقل در جریان دو هفته گذشته دوباره فعال شده، همون قسم که در موج اول و موج دوم بود. به ارتباط سامانالات و ماشین هایی را که مطرح شد، در قسمت اول تمام وسایل را که به ولایت ها فرستاده شده، چی از ونتیلاتور ها هسته، چی اکسیژن کانسنتراتور ها هسته، بستگی به تعداد ظرفیت هر شفاخانه ما از اکسیژن کانسنتراتور که 5 لیتر اکسیژن تولید میکنه برای یک مریضی که در حالت مایل دست کفایت میکنه. همون قسم ما نمیتونیم که برای هر مریض یک اکسیژن کانسنتراتوری که 60 لیتر در یک دقیقه اکسیژن تولید بکنه او را استفاده بکنیم. آقای دکتر پس سخن از چی میزنن؟ آقای شیرزاد دقیقاً سخن از چی میزنن؟ این موضوع نقص وجود نداره؟ موضوع مهم و اساسی. ما در سکتور صحت افغانستان وقتی یک جنس را بررسی میکنیم، ما اکسیژن کانسنتراتور 5 لیتر هم کار داریم، 10 لیتر هم کار داریم، 60 لیتر هم کار داریم. بستگی به وضعیت مریض، انتقادی را که فعلا صورت میگیره در یک مقطعی از زمانی اکسیژن کانسنتراتور خریده شده که در اون مقطعی از زمانی در هیچ جای دنیا کسی اکسیژن کانسنتراتور خود نمیفروخت، کمپانی های کلان اون را بند کرده بودند. ما در اون مقطعی از زمان نیاز به اکسیژن کانسنتراتور 5 لیتر هم داشتیم و امروز هم داریم. ما باز تاکید میکنم هر مریض کرونا ضرورت به این نداره که 10 لیتر یا 15 لیتر اکسیژن را در یک دقیقه بگیره. او بستگی به وخامت مریض داره و ما به اون قسم تقسیم بندی کردیم. هر شفاخانه انواع مختلف اکسیژن کانسنتراتور را گرفته تا دستگاه کمک تنفسی را داره. تمام دستگاه های کمک تنفسی که در ولایت افغانستان فرستاده شده، تعداد اندکی از او ما باز تکرار میکنم، در زمانی بوده که وقت ونتیلاتور یا دستگاه کمک تنفسی پیدا کردنش مشکل بوده، ما او را با همکاری با ادارات بین المللی خریداری کردیم و فعلا با اسکرینی که با او پورتبل نصب شده و اسکرین ها موجود هست در ولایت وجود داره. دقیقاً همینجا یک مثال میخوایم برای شما بزنم. در قندار زمانی که دستگاه ها روان شد مانیتور نداشت، یا اینکه آشنا نبودن بزرگوارا که چگونه ایره فعال بسازن. اینچنین در شمال افغانستان بود. شما دقیقاً باشین گپتون قطع میکنم. موضوعی که بسیار اساسی است. ما در موج اول کرونا و در موج دوم کرونا یک کشوری بودیم که متاسفانه در سر تا سر افغانستان 130 بستر آی سی یو داشتیم. حالا ولی در موج اول و بعد از موج اول و موج دوم کرونا کاری که وزارت صحت عامه افغانستان کرده اضافه تر از 1500 بستر آی سی یو فعلا داریم. در بجز از ولایت های حوزوی ما هیچ کارمند سی ای ما استفاده از دستگاه کمک تنفسی را بلد نبود، ولی امروز در ولایت نورستان ما، در ولایت بدخشان ما، در ولایت هلمند ما یک متخصص ما میدانه که چه قسم از یک ونتیلاتور استفاده میشه. ما چالش های را در موج اول داشتیم و همیشه ما در موج اولی مسئله را با وضاحت بیان میکردم. در اون زمان هم من
منیس کمک سخنگو کار میکردم در وزارت صحت عامه، بر علاوه این که مسئولیت دیگه خود داشتم. در اون وقت از زمانی همیشه من میگفتم که وقت سکتورهای صحت با میلیاردها دلار ازینه حالت شکنندگی را برای خود گرفتن، بنابراین تصور و برداشت ما از وزارت صحت عامه افغانستان، سکتور صحت عامه افغانستان نباید باشه که دنیا گل و گلزار باشه، همه چیز خوب باشه. ولی ما از این چالش استفاده کردیم، با یک فرصت تبدیل کردیم و تمام دستاوردها را در جریان دو موج داشتیم که امیدوار هستم برای موج سوم ما را کمک بکنه. بسیار تشکر آقای دکتر شیرزاد. از یک کشور در حال توسعه همینقدر میشه انتظار داشت؟ موافق هستین آنچه که میشه برداشت کرد از صحبت های آقای نظری، آنچه که بیان کردن؟ نه، من به این موضوع موافق نیستم، به این خاطر که ما به میلیون ها دلار کمک رسید و امیل هستم که جناب نظری صاحب برنامه را رهبری میکنه، تقریبا 113 میلیون دلار در طریق بانک جهانی و 55 میلیون دلار از بانک انکشاف آسیایی را به خاطر واکسین فعلا و تدارک دیدن که کمک میکنه. فکر نکنم که دیگه ممالک به این اندازه و یا کمک شده باشه و یا بودجهشان اختصاص داده باشه. و ضمناً شما دیدین که افغانستان اولین کشوری بود که ما از کوواکس هم واکسین بر ما رسید، مگر فعلا موضوع ای است که این واکسین پرسنل صحی ما چرا نمیگیره؟ صحیح است که تا یک اندازه پرسنل صحی گرفت، یک نقطه بسیار عمده که او ترس از علقی خون است، یک رهنمود واضحه که تا فعلا به سطح شفاخانه ها که باید او انکشاف داده می شد قبل از اینکه این واکسین به افغانستان برسه، واسه ما بر ازو وقت داشتیم. یعنی پرسنل صحی ما مردم به چه قسم قناعت داده شود؟ دقیقا سوال همینجاست، وقتی یک دکتر خود حاضر نشه که واکسن را بگیره، خب هرچند ما دو دور را گرفتیم شکر خدا ان تا حال چیز گپی نشده، اما سوال اینجاست وقتی یک دکتر حاضر نشه، فکر میکنین شهروند دادی چگونه حاضر خواهد شد؟ هدف اینمی است که موضوع آگاهی یا کمیونیکیشن واکسین یک موضوع بسیار مهم و اساسی است، بخاطر از اینکه این یک اختلاط نادر است و این اختلاط نادر میشه که در بین 1 میلیون یا 500 هزار یا یک، مگر مردم میترسه، حداقل هم پرسنل صحی ما در رابطه با تداوی از او و هم مردم عوام ما در رابطه با اعراض و علائم از او که چی وقت پیدا میشه، این باید آگاهی باید پیدا میکنه و مردم کنار داده شود. بسیار دیگه ای که ماه رمضان است، مردم از خاطر رمضان واکسن نمیگیره، یعنی خدمات از ما باید پالیسی خود تغییر بدیم که بعد از رمضان ما چی کده میتونیم به چه قسم به مردم خود ما واکسن برسانیم، بخاطر از اینکه قبل از اکسپر شدن واکسن و بتانسته باشیم به مردم واکسن بدیم و یگانه راه مفید و یگانه راه مهمی که میتونه که از بستر شدن به شفاخانه ها، رش به شفاخانه ها ایرا کمبود بیاره، او واکسین است و مردم ما که باید واکسین حتمی بگیرن. بسیار تشکر. حتی کارمندایتان میترسن آقای دکتر، چه قسم آگاهی دی کرده این اینجا؟ فکر نمیکنه همین رابطه درست تامین نشده؟ در کنارش مردم هم خیلی بی باور هستن، هرچند وزارت ارشاد عجای اوقاف در این شب و روز یگان اعلان ها داره، اما سوال من اینجاست که خود همکارای شما باور ندارن. ما اولا که میخوایم یک موضوع بسیار واضح بسازم، اوی است که خواهش و تقاضای ما از تمام همکارا، تمام دوستای ما که در بیرون از افغانستان هستند، به خصوص جناب دکتر صاحب، ای است که در این مقطعی از زمانی اگر نمیتونن مردم خود کمک بکنن، حداقل از آن عمر ما نباید مخشوش بسازن. بس از این شد که سکتور صحت یعنی چی؟ همینجا اگر واضح تر داشته باشین از شما، من اینو میره میخوام بفرمایید. صحبت شد از این شد که دکتر ما نمیخواد واکسن را بگیره، ارقام در دیچایستی وجود داره، ارقام در سیستم دیتابیس وزارت صحت عامه افغانستان وجود داره، از جمله 110 هزار کارمند صحی را که وزارت صحت عامه افغانستان پیش بینی کرده بود که ما شناسایی کرده بود که سکتور صحت افغانستان اینه قدر است، اضافه تر از 98 هزار کارمند صحی واکسین را گرفته. کجای از این معلوم میشه که دکتر ما واکسین را نگرفته؟ ببینین وقت ما میخواین که آقای شیرزاد واهی حرف میزنن، کمک بکنین یک چیزی که دکتر صاحب باید بفهمه برشان یک پیام واضح است، به این خاطر که چون دکتر صاحب شاید مش ارقام کی برشان داده، خب ما مثالای واضح دارم از پرسنل سی ما، ما در رابطه با واکسن نگفتیم، ما تاکید میکنیم که واکسن را اگرای مفید است، واکسن باید گرفته شود و یگانه رای نجاتی چی است؟ این مخشوش کردن نیست.
مگر چشم پرت کردن با واقعیت ای یک کار فکر جناب آقای شهرزاد چشم تو چرا پوت میکنین آقای سخنگوی شهرزاد صاحب اگه اجازه بدید شما اینو قبول ندارین وقتی من میگم که 98000 کارمند صحی از جمله 110000 کارمند صحی که در افغانستان موجود هست و در پلان وزارت صحت عامه افغانستان بودن 98000 کارمند صحی واکسین را گرفتن این قابل قبول نیست برایتان که من ارقام دیچایستو را خدمتان روان بکنم یوزرنیم پسورد داره دیگه یک مدت طولانی را منیس مشاور ارشد وزارت صحت عامه کار کردین امیدوار هستم که سیستم دیچایستو یادتان باشه ببینین ما مخشوش کردن از آن عامه را در قسمت ای میگم که به شکل بیان میشه که دکتر واکسین را نمیگیره 98000 دکتر در این کشور واکسین را گرفتن 12000 دیگه چرا نگرفتن ارقام کم است ببینین وقتی یک پروسه والنتیر باشه شما ببینین بین 100 نفر وقتی ببینین آقای شیرزاد اگر اجازه بدین شما اگر اجازه بدین آقای شیرزاد شما ببخشین اگر اجازه بدین این صحبت تکمیل شه سوال همینجا مطرح میشه آقای سخنگوی چرا 12000 نفر دیگه نگرفت اینا بی باور هستن شما نتونستین قرائتش خب درست از رضا کرونا یا والنتیر هست این روان که رضا کرونا بیان زرق کنن و سایر اما چرا قناعت دادن نمیتونی موضوع مهم ببینین برای یک برای در کل برای پروگرام واکسیناسیون برای بخش معافیت دهی وقتی ما 60% یک کتله را در نظر داشته باشیم و برای از واکسین برسانه معافیت جمعی به وجود میاد اگر ما کتله ای بیایم بحث بکنیم از 100% 98% کارمند صحی ما واکسین را گرفته 2% اختیاری است بنابر دلایلی که داشتن یا دلیل مؤجل در قسمت تشکر دارن یا در قسمت معلومات را که سوء تفاهم های را که میخوانن در اون قسمت شکایت های را دارن ولی ما 98% باید ببینیم چون تشکر. ما همیشه نیمه خالی گلاس را میبینیم تشکر همین نیمه خالی گلاس را چرا میبینین شیرزاد صاحب موضوعی است که دکتر صاحب صرف معلومات دولتی خود داره از سکتور خصوصی خبر نداره و در سکتور خصوصی ما تقریبا اگر سکتور خصوصی را کتش محاسبه کنیم در حدود بیشتر از 300000 نفر کارمندای صحی میشه سکتور خصوصی ما با همه سکتورها در تماس هستیم و اگر واکسین کم است او موضوع علیحدہ است مگر ای که شما ببینین پروسه واکسین سیاسی شده از ابتدا صرف با قوای مسلح و کارمندای صحی و یک تعداد ژورنالیست ها دادن کسایی که واقعا مستعد بودن از سن 50 سال به بالا و تکلیف داشتن دیگر در قدمه نخست بر از هیچ کس واکسین نداد فعلا که تاریخ انقضای از کم است میخواه که بر رقم شوه که واکسین خلاص کنه چرا واقعیت نمیگه دکتر صاحب که موضوع به حساب مخشوش کردن از آن همه گپ میزنه دومی که مردم واکسین میگیره دسترسی مردم کم است به تعداد مخصوصی مراکز کرده ما تقریبا در حدود 3000 مرکز صحی در سراسر کشور داریم اگر واقعا متحد به تطبیق واکسین بودن از طریق مراکز صحی باید تطبیق میشد در دسترس مسئول بدون مسائل این قسمت عدم آگاهی است ما بسیار ببخشید که ما پروسر سیاسی ساختین دسترسی مردم خیلی کم است و ناشیز ما به تمام سوالات جناب شیرزاد پاسخ میدم در قدم اول آیا کاتگوری کارمندای صحی بر اساس توضیح سازمان صحی جهان در اولویت نباید قرار می داشت تا زمانی که کارمند صحی ما واکسین را نمی گرفت ما برای افراد بالاتر از 50 سال باید تطبیق می کردیم در کجای اصول سازمان صحی جهان آمده در کجای توصیه اصول سازمان صحی جهان آمده در قدم دوم به ارتباط توصیه سازمان صحی جهان کجا توضیح میشه فعلا امروز واکسین ببینید انمی عدم معلومات است که متاسفانه ما را به چالش میکشه شما سیاسی نساختین پس فروسه را نه خیر کجا ببینید کارمند صحی وقتی واکسین میگیره سیاسی شده در کجای جر دبلیو ایچ او است کارمند صحی نباید واکسین را بگیره جناب شیرزاد نه کارمند صحی بگیره قوای مسلح اردو پلیس به حساب چرا دیگه کارمندای شهرواری را چرا نمیتن ترانسپورت چرا نمیتن که با مردم در تماس جناب شیرزاد قوای مسلح قرنطینه است در شما در لندن شما در لندن تشریف دارین و از لندن میخواین که برای ما بگوین که کدام اولویت است و کدام ترانسمیشن وایرس را زیاد میسازد نیروهای امنیتی در جاهای زندگی میکنند که 20 نفرشان در یک اتاق هستند احتمال ترانسمیشن بین کارمند شهرولی که در خانه خود میره زندگی میکنه از طرف شب بیشتر است یا برای نیروی امنیتی که در یک کابوس زندگی میکنه و 20 نفر در یک جای
علمی بحث بکنین. خواهش من این است که تا زمانی که ما در سکتور صحت چرا فرماندهی ترانسپورت نرمال بود، یک نفر ترانسپورت روز مره 20 نفر انتقال وقت ما داره به پایان میرسه. اما وقت ما داره به پایان میرسه. آقای دکتر خیلی کوتاه اگر از شما داشته باشم، آقای نظری، دقیقاً این بیماری موج سومش علائم نداره، مستقیم میره وارد سیستم تنفسی میشه. این خیلی نگرانی خلق کرده، حتی کسایی که کرونا واکسین کردن گفته میشه احتمالی وجود داره 70-80% که اینا بیمار شن. این چقدر درست است؟ میخوایم کوتاه داشته باشم، باز میشنیم از جناب شیرزاد هم جمع میکنه صحبت ها را. متاسفانه همون قسم که شما گفتین، موج سیوم کرونا تعداد واقعات را ما داریم، از دو بریتانیایی در افغانستان ثبت شده و یک مشکل بسیار کلانه را که نوع ویروس بریتانیایی داره و است که سرعت انتشارش بسیار بالاست، ولی میزان وخامتش نسبتا کمتر است. به این دلیل است که اکتزاد زیادی از مردم که مصاب میشن بدون اعراض علائم مصاب میشن و مشکل اعراض علائم را نشان نمیدن. بحثی که بسیار مهم و اساسی است، ما باز تاکید میکنم در قسمت کنترل یک مرض ساری، موضوع کارکردها و همکاری جامعه میتونه ما را کمک بکنه. پیام های مثبت از طریق رسانه ها، پیام های مثبت از طریق کارشناس های بسیار بزرگوار ما میتونه ما را کمک بکنه. ای که اعلان بکنیم در یک تلویزیون که وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل از اینکه تاریخ انقضای واکسین نزدیک شده میخواد به هر شکل تطبیق بکنه، ای از آن نامه را مخشوش میسازه. اما خدمت به وطن نیست. کوتا آقای نظری، امکان داره کسایی که واکسین گرفتن مبتلا شون به این بیماری؟ ببینید، معمولا در تمام کشورها وقتی واکسین را گرفتن یک تعداد از افراد مطمئنا مصاب شدن، به دلیل از اینکه واکسین را که ما دارن 78% معافیت را ایجاد میکنه، به این معنا 12% احتمال مصاب شدن دوباره هست. به این دلیل است که وزارت صحت عامه میگه که شما با وجود از اینکه ماسک را گرفت واکسین را گرفتین باید ماسک بپوشیم. ولی خوبی که این داره که افرادی که واکسین را گرفتن در صورتی که مصاب میشن، بدون اینکه 98% میزان بستری شدنشان در شفاخانه پایین میاره بر اساس رسانه‌های مختلف در کشورهای مختلف. بازم 2% وجود داره. بسیار تشکر. دقیقاً. بسیار تشکر. آقای شیرزاد، آخرین سخن از شما. فعلا در شرایط قرار داریم که از طریق هم سرحدات شرقی ما هم سرحدات غربی مردم ما مردم چقدر میتونن؟ فقط 40 ثانیه فکر کنم وقت داریم. مردم ما باید توصیه های وزارت صحت عامه را گوش کنن و فاصله های اجتماعی را مراعات کنن که ضرورت به این نشه که به شرایط قرنطین بریم، واکسین خود را تطبیق کنن. و وزارت صحت عامه باید از این خبر باشه که تقریبا در حدود چیزی کم 3000 مسئولین ما که رخصت میشه از هندوستان آمدنی است، ترتیبات قبل از قبل خود باید بگیره. بخشی از این مسئولین هنوز هم انتقال دادن، همین بیماری را انتقال دادن به کابل، مثال های زندهش وجود داره. هنوز هم در راست، به خاطر از اینکه یک ماه بعد رخصت میشه و در حدود وفعلا هم رخصت هستن، آمدنی هستن این مردم ها. و ضمن در ماه مبارک رمضان موضوع تراویح و عید آمدنی است. در این حالات باید بسیار زیاد توجه کنه که به چه قسم مردم قناعت داده میتونه. این موضوع بسیار زیاد مهم است که برای و قدمه سوم خدمات خود باید بسیار زیاد تقویه کنه و در قسمت سرویلانس که باید سرویلانس اکتیو شوه که فعلا موجود نیست، و در قسمت قایق ارقام باید از محافظه کاری کار نگیره به خاطر حفظ موقفشان، همیشه باید واقعیت ببین جمهور در خلای معلومات قرار ندن که یک تصمیم درست به خاطر حفظ مردم باید گرفته شد. ممنون، لطف کردین آقایان نظری و شیرزاد، ممنون حضور هر دویتان در برنامه. با امید جامعه عاری از کرونا به همین زودی ها. وقتتان بخیر، تا درود دیگر.